سلام به همه دوستای خوبم در مرکز آموزشی آترین. امروز میخوام راجع به ویژگی های فوتوشاپ CS5 در چند توتوریال صحبت بکنم. در حقیقت در چند درس آموزشی ویژگی های نرم افزار فوتوشاپ CS5 رو میخوایم بررسی بکنیم و ببینیم که اونها برای ما چه کاری انجام میدن. یکی از محبوب ترین گزینه هایی که در فوتوشاپ CS5 اومده و همه تقریبا ازش استفاده میکنن و ممکنه که استفاده های متعددی ازش بکنن، فرمان کانتنت اویر هست. یه نکته رو توضیح بدم. کلن مقوله اصلاح و ریتاچینگ یا روتوش که من فکر میکنم از ریتاچینگ استفاده کنیم بهتر باشه یا بازسازی، مقوله ایست که سالها همیشه در بین کاربرها رایج بوده. ابزارهای مثل کلون استمپ، مثل سپات هیلینگ براش، هیلینگ براش همیشه در اختیار ما بوده برای کار کردن. اما از اونجایی که سرعت برای ما خیلی اهمیت داره، ما میتونیم با استفاده از منوی ادیت قسمت فیل که حالا راجع به صحبت میکنیم خیلی جاها سریعتر کارون رو انجام بدیم. به طور مثال این قسمت رو انتخاب کردم و قبلا به عنوان کانال آلفا ذخیره کردم. فرض کنید که من میخوام این قسمت رو از تصویرم بردارم یا اینجا میخوام سوژه دیگه ای رو مونتاژ بکنم و نیاز هست که اینجا برداشته بشه تا اون سوژه من به صورت مونتاژ اینجا قرار بگیره. میام در منوی ادیت، در قسمت فیل گزینه‌ای وجود داره در زیر مجموعه فیل و در قسمت یوز به اسم کانتنت اویر. در حد گزینه content aware سعی میکنه با استفاده از منطقهی که شما انتخاب میکنید به عنوان یه محدوده برایند بافت، نور، رنگ و جنسیت اون رو در حقیقت در نظر بگیره و سعی بکنه که اون قسمت رو شبیه سازی یا همانند سازی بکنه. اوکی رو میزنم تا نتیجه رو با هم ببینیم. به واسه اینکه اوکی میکنم، نتیجه برای ما شگفت انگیز خواهد بود. این نکته لازم به ذکر هست که بعضی از اوقات ممکنه شما نتایج خیلی خیلی خوبی نگیرید بسته به تصویری که دارید، ولی در اینجا تصویر ما فوق العاده بود. حالا ممکنه خطای اینجا وجود داشته باشه. به طور مثال شما ممکنه که اگر که تصویر من حرکت بکنه، که تصویر من حرکت نکرد، ممکنه یک سری خطوطی رو اینجا داشته باشید که اونا رو میتونید با استامپ رفع بکنید، کلیک کنید، درگ کنید. در ضمن میدونید که زمانی که ابزار کلون استامپ رو شما برمی‌دارید، در نوار خصوصیت ابزار کلون استامپ از قسمت کلون سورس که بیشتر راجبش صحبت میکنیم توی توتوریال های دیگه، میتونیم پیشنمایش رو توسط گزینه شو اوورلی برداریم. میام روی تصویر دیگه ای مثل این که حالا شاید من میخوام تصویرم رو جابجا کنم یا حرکت بدم. محدوده مورد نظرم رو انتخاب میکنم. فرض کنید به طور مثال این قسمت رو خیلی ساده سلکت میزنم و من میخوام این سوژه‌ام رو موو کنم توی یک قسمت دیگه ای از تصویر. شیفت کنترل جی اون رو کات میکنم و Alt Control Z میزنم که تصویر من برگرده. کانال بلو من فعال شده، شورت کات من الان کار نمیکنه. میام روی RGB کاتش میکنم، Shift Control J و تصویر رو موو میکنم به قسمتی که دلم میخواد. خیلی راحت دوباره اینجا رو سلکت میکنم یا اینکه میتونم سلکشنش رو ذخیره بکنم. مجموعه رو که دلم میخواد یا منطقه دلم میخواد رو سلکت میکنم یا انتخاب میکنم و بعد خیلی راحت میام در جعبه لایه ها، جعبه لایرز، در لایه بکراندم و خیلی ساده در منوی ادیت، فیل و کانتنت اویر و به قول معروف بوم، خیلی راحت تصویر من ساخته میشه. البته ما دقت بکنیم که تصویری که ما اینجا داریم خیلی فلاته و در تصاویری مثل این، البته در تصاویری مثل این هم جواب ما رو داد که فلات هم نبود، ولی جایی که خیلی شلوغ باشه ممکنه دیگه جوابگوی کار ما نباشه. یه نکته رو من خدمت شما دوستان بگم که کلن بازسازی و زیباسازی تصاویر یک بُعد روانی داره که یادتون باشه هنگام بازسازی یک منطقه یوزری که شما در حقیقت عکس رو می‌خواید بهش نشون بدید تصویر قبل رو ندیده، برای این برداشتی از این منطقه ممکنه نداشته باشه و به نوعی شما نباید خیلی هم به قول معروف مطب خشخاش بذارین که وای اینجاش لک شد، آی نمیدونم اینجاش فلان شد و و و و, و. خب این قسمت رو هم میتونم F7 بزنم لایه هم بیاد و خیلی ساده با ابزار ماجیک وند کلیک کنم، سلکت کنم و حتی ماسکش کنم، اینورت میکنم کنترل آی که ماسکم برگرده، اینجا رو انتخاب میکنم، دیلیت میکنم، آلت بک اسپیس اینجا رو انتخاب میکنم و رنگ مشکی رو میریزم در حقیقت که این قسمت ها رو پاک بکنم. حالا اگر که تولرانس ابزار من به من جواب بده، که جواب هم میده، خیلی خیلی ساده سوژم رو در حقیقت موو کردم. یه مقدارم فکر میکنم این پایینش رو با لیر ماسک با ابزار قلم میام رو هاردنس هم هاردنس دور محوی و دور سخت بودن قلم رو تعیین میکنه، میام و این قسمت پایین رو هم برمیدارم، خیلی راحت تعیین میکنم که کارم تمیز انجام بدم، ابزار موو و سوژم رو فیت میکنم روی
به قول معروف کادرام، از اینجا جابجاش کردم از سمت راست آوردم این سمت چپ. فرمان کانتنت اور بسیار بسیار برای ما کاربردی، سعی میکنیم که توتوریال های بیشتر یا گزینه های بیشتری رو راجع به این فرمان استفاده بکنیم و به شما یاد بدیم. علی رجبی هستم از مرکز آموزشی هاترین، با امید دیدار.